سلام به لوبسار، خوش آمدید. جودو از رشته های رزمی است که منشأ در رشته جوجوتسو داره و برای نخستین بار توسط جیگورو کانبا در ژاپن در سال 1882 میلادی اساس گذاشته شد و برای نخستین بار در سال 1984 وارد رقابت های المپیکی توکیو نیز گردید. رفته رفته این رقابت ها و این رشته رزمی در سراسر دنیا گسترش یافت و بالاخره در افغانستان در سال 1357 فدراسیون تحت نام جودو ایجاد کردید و آقای زکریا اسدی مسئولیت و رهبری این فدراسیون را بر دوش داره و تمامی موارد مربوط به این رشته و این که جودو چیست، کدام موارد ضروری است و اطلاعات و معلومات بیشتر در این مورد برای شما در قالب مصاحبه ها، تمرینات و تصاویر خیلی زیبا از جودو ارائه خواهد شد. تشکر آقای اسدی. اگر بگوین که جودو نسبت به رشته های رزمی دیگه مثل کونگ فو، تکواندو و همچنان کاراته از مشت و لگد استفاده نمیشه، ولی خصوصیات خیلی جدی که این رشته داره با رشته های رزمی دیگر چی فرق را به وجود آورده؟ البته در ابتدا میخوایم یک کم تشریح در جیدو بتم. جیدو را علمای جیدو و یا پروفیسر های جیدو قسم تشریح میکنن، تعریف میکنن. میگه جیدو عبارت از ورزش است که جسم رشد و روح انکشاف میده. این به این منظور که کلانترین مثال شما داریم، هیچ ورزش را ما تا فعلا نداریم که رئیس جمهور باشته باشه از هیچ ورزشه، مگر از جیدو خوشبختانه ما داشتیم. یکی جورج والتر امریکا بوده که رئیس جمهور امریکا بود و یکی هم خود پوتین فعلا هم رئیس جمهور شدید. این به این معناست که جیدوکار بسیار خردگیر میباشه و زیادتر سر موضوع، چون تکنیکاش بسیار ریزکاری داره، زیادتر دقیق می باشه. به خاطر یک جیدوکار گفتن می تانند که یک جیدوکار همیشه باید در کار خود دقیق باشه و یک جیدوکار در هر کاری که اقدام می کنه باید موفق باشه، چون همیشه سر از او فکر می کنه، بسیار متمرکز می شه به اون موضوع. خصوصیات عمدهش مثلا تکواندوست مشت لغت داره، مثلا کانفوس مشت لغت پرتاب داره، مثلا کاراته ضربات شکننده داره. جیدو را قسم عیار کردن که قسمی که پیشترم گفتیم ما شما که در اولین سال تاسیس خود المپیکی شد، به این منظور که ورزش های همیشه المپیکی میشه، خانه در خانه المپیک میره، شکست ریختی نداشته باشه، زاریات نداشته باشه. جیدو یک ورزش رزمی بسیار خوشایند مقبول، مثلا پرتاب، مستقیمین پرتاب از خود جیدوست. پرتابای جیدو از خودش هست که در تمام رشته‌ها استفاده میشه. سب میشنایش هست که در جوجوسو و کاراته اکثرا زیادتر در جوجوسو و آلپانکریشن این موضوعات استفاده میشه و موضوع بسیار مهمش هست که در نوازا در خاک کار میشه. مثلا ما کشتی پالوانی داریم، پالوانی 3 ثانیه از چتش، مگر از جیدو 20 ثانیه از چتش. مقبولیش دمی است که یعنی ترقی، گفتم راه رایش نرم است. میخواستم بدانم در مورد تقسیم بندی فنون رشته جودو و تاکتیک های مختلف مربوط به این رشته از چه قرار است؟ میخواستم از شما بپرسم. البته جودو در مجموع 64 پرتاب داره که اصل 64 پرتاب است و همین شکل شکست ها و خفک ها و خاک هایی دارن که 6 خاک داره، 18 شکست داره و 18 خفک داره که هر کدامش به 5 شاخه تبدیل شده، یعنی هر شکستش به 5 حالت دیگه گرفته میشه و پرتابایش به می شکل هر پرتاب پرتابای مستقیم است که سیستم ژاپنیش است، مگر باز فرق میکنه. مثلا روسا به شکل دیگه میرن همون پرتاب هم میکنن، فرانسوی ها به شکل دیگه میکنن و خوشبختانه که آسیای ما ایران به شکل دیگه میکنه. خود افغانستان ما ترکیب از همش گرفتیم و زیادتر ما سر ژاپن کار میکنیم، چون ژاپن که از بنیانگذارای جیدوست و همچنان تا این فیلن هم قهرمان در سال 2015 در مسابقه جهانی ژاپن قهرمان شد، یعنی آسیا قهرمان شد، بنیانگذار است و همیشه کار میکنن. ژاپنی ها یک خاصیت دارن که تکتیک بزرگ میکس میکنن، ازش استفاده میکنن. مثلا روسا در مجموع از زور استفاده میکنن که همین قانون در آسیای میانه است. ایران ما به می شکل هستن، فرانسوی ها همین سیستم ژاپنی ها را کار میگیرن، زورش اضافه تر نظر به تکنیک است. مگر ژاپنی ها زمانی که با ژاپنی ها مبارزه کنی و یا تمرین کنی، ایت احساس میکنی که ما با پخته تمرین میکنم، بسیار نرم کار میکنه، بسیار نرم میگیره، بسیار شخ میزنه.
یه قانونشان هست. مسابقه مردا که است از وزن 60 شروع میشه که وزن اول 60 است، باز 66 میشه، وزن دیگه 73 است، 81 است، 90 است، منفی 100 است و مثبت 100 است که هفت وزن کاتگوری وزنی است. هفت وزن از خانم هم هفت وزن است که وزن اولش از 48 شروع میشه، 52 است، باز 57 میشه، 63 میشه، بارزو 70 است، باز 78 است، بارزو باز وزن 50 است. جریان مسابقهش یک راوند مسابقه از جیدو که 5 دقیقه می باشه بر مردا. به خانما به خاطر که وام یه ارگانیزم وجودشان از مردا که مقاومتش کم است از وار 4 دقیقه گرفتن یک راوند. آقای سدی، هر رشته به خصوص رشته های رزمی کمربندها و سیستم ردبندی خیلی متفاوت داره که جدو هم از این خصوصیات مستفید شده که تفاوت میان ردبندی ها و کمربند ورزشکاران، ورزشکارای خیلی با مرتبه بلند را با ورزشکارای دیگه متمایز می‌سازد و یک فرق را قائل می‌باشم. در جدو کدام سیستم ردبندی کمربند ها وجود دارد؟ البته جدو مانند کراته، تقریبا مانند کراته است، به این منظور که خب اینا ما میفهمیم در فلسفهش که اول جوجسو بوده و اولین رشته که از جوجسو جدا شده کراته بوده، دومش جیدوسته که نمودی از جوجسو داره. از کمربند سفید از کیوده شروع میشه تا به کیویک میره و امی شکل که به حساب ما شما بگیم سفید است، زرد است، نارنجی است، سبز است، آبی است، نسواری است و سیاه است که سیاه دانیک میشه و از دان یک تا به دان ده داره. حال فعلا در دنیا تا دان 12 ساختنش که بلندترین در ورزش رزمی بلندترین دان است، تا هیچ ورزش رزمی تا دان 12 نداره که در دنیا 3 نفر دان داده. نه، از کیوده یا از کمربند سفید با بالا میریم، میریم به طرف زرد و نارنجی و سبز و آبی و نسواری و سیاه. با سیاه که میشه دان یک، دان دو، او کمربند های استادی است، به این منظور که در هر دان 4 سال وقفه است که 4 سال باید تو دان بگیری و دانم اکثرا یا ژاپن بر اجازه بده یا فدراسیون جهانی و یا ایست که بوری با اوجه امتحان بدی. من در افغانستان خوشبختانه من از سیاه دان 5 کودکان ژاپن هستم، دان 6 فدراسیون جهانی هستم که همیشه کودکان ژاپن انستیتوتش یک دان پایان تر است نظر به جهانی، به این منظور که اگر تو دان دوی کودکان ژاپن می باشی مستقیما جان تو را به دان سه قبول میکنه.
آغاز جدویم از سال 2003 است که 2004 به مسابقات اولی مسابقاتم به ایران بود در فجر که برنز گرفتم خوشبختانه و بعد هم تو اشتراک کردم در مسابقات جهانی و آسیا تا بالاخره رسیدم به مسابقات المپیک که خوشبختانه 2012 داخل قواعد های المپیک شدم و تقریبا مدت 8 سال 9 سال میشه از جودو. چی یافتی در جودو؟ چرا آمدی؟ من چون علاقه داشتم به ورزش زیاد علاقه داشتم از اما خورترکی به ورزش علاقه داشتم که خوشبختانه رویم به ورزش جودو رجوع آوردم که یک ورزش بسیار خوب است، خوشایند است، خوشم آمد دیگه همین ورزش ادامه دادم. 5 سال میشه که جودو رو شروع کردیم و در وزن 73 کیلو قهرمان در تیم ملی جودو افغانستان هستم و فقط در قرنطین که در کشور کوریا بودی حضور داشتم تمرینات ما بود و فعلا تا به حال مسابقات خارجی اشتراک نکردیم که در روزهای بعدی که نه انشاءالله که مسابقات ما در جنوب آسیا است انشاءالله که در وزن 73 کیلو در این بازی اشتراک خواهد کرد. قرنطین های ما کلی پروگرام ما مطابقه تقسیم اوقات شامانه است، قیار است، روزانه رفته 6 روز تمرین داریم، صبح دیگر دیگر فیزیکش هم نوازش تخنیکش بسیار خوب پیش میره، انشالله که دستاورد خوب تر خواهد نفسیم. مدت زمانی که ما ورزش میکنم دیگه همو اساسیش که دیگه ما به صورت اساسی شروع کردم سال 1370 بود، تقریبا بیشتر از 20 سال میشه و بعد از 5-6 سال بارزو باز نظر به مورد تقاضای از اون وقت ما باز هم تمرین میکردم، هم مسابقه میدانم و هم خودم یک بخش تمرین یک تایمر پیش میبردم. تفاوتش بسیار مشکل از ما بگویم که کدام رشته چقدر تفاوت داره یا چقدر خوبتر از رشته دیگه کرده. خب هر کس هم رشته که دوست داره او را پیش میبره برای ما جیدو. جیدو یگانه ورزش رزمی است که مشت و لگت و یپا نداره.
علاوه بر مسائل دیگه در مورد جودو، این رشته در افغانستان در کدام وضعیت قرار داره؟ دمی شرایط فعلی که داریم با می شرایط ناگواری که فعلا ما داریم از نگاه وضع امنیتی و یا وضع سپورت در افغانستان، خوشبختانه که جودو دانسته که همسط از ورزش های مانند تکواندو، مانند فوتبال، مانند وشو در سطح بلنده باشه. ما زمانی که یادم میاد که من جودو رو شروع کردیم سال 1362 من جودو رو شروع کردم، یک کلب ما در کابل داشتیم، یک کلب در کابل در می استودیوم بود که حالا فعلا کلب بوکس هست، استاد نصار داشت ترمیم در این کلب ما بود که ما در اونجا تقریبا 18 نفر جودو میکردیم، مگر حال ما تنها در 12 ولایت جودو داریم. بگذاریم کاملا زمان رسید، خب جودو ضربات زیاد خود به این منظور که در جنگ‌های داخلی جودو تقریبا بیخی از بین رفت، چون اماکن وجود نداشت که ما تمرین کنیم. ما از دو نفر پس جودو رو با دو نفر پس شروع کردیم و تو به این سطح رسندیم و فعلا هم جودو، یا من نمیفهم، شاید در مجموع همه چکل سیستم فدراسیون من خودم هم تو ساخته باشم که زیاد نمیخوایم که سرزبان ها باشیم، چون هر وقت که سرزبان ها میشیم ما باید در قلای بلند باشیم، چون مردم ما توقع زیادتر میکنن. در نهایت به خاطر رشد بیشتر جودو در افغانستان، فدراسیون جودو در افغانستان چی طرحهایی را داره و پلان های شما چه قرار است تا این رشته عام شود و بیشتر علاقمندی برش پیدا شود؟ البته ما زیادتر سر ولایت های خود کار میکنیم، خصوصا جودو. ما تا امسال مسابقات تیم ملی خود برگزار کردیم، ما قبلا 8 ولایت داشتیم، خوشبختانه تونستیم 4 ولایت دیگر هم داخل کردیم که امسال اومدیم مسابقات تیم ملی شد و امساله رشد جودو رو زیادتر به ولایت بردیم، به این منظور که امساله در جودو کابل اول میشد، اکثرا هم کابل مدال ها میگیره، مگر حال ما از کابل 7 نفر از 22 نفر 7 نفر از تیم ملی داریم، تمامش ولایت ها رو رشد دادیم و جودو رو به رشد است. در صورتی که شرایط مساعد باشه ما زیاد کوشش کردیم که جودو را بالا ببریم و توجه زیادتر دوستا و رفیقای ماست. خب دولت در صورتی که هیچ کمکی نمی کنه، دولت هیچ امکاناتی برای هیچ ورزش نداده تنها برای جودو نیست. خواهش میکنم شما زنده سلامت باشید، زنده باشید.